تلویزیون میدیده اون حضوری دید صحبت ها آیه قرآن، قرآن رو با کردیم براش خوندیم، گفتیم زیر خاک عربستان سعودی تمدن ایلامیان 7700 ساله چه دیگران امریکایی به ماهواره فرستادن فیلم گرفتن. خب این از وقتی که اومد اول اینکه گردن همه رو زد و بعدم الان داره کارایی میکنه که، ولی شوربختان همین که با ایران متحد شدن این یه خطری بود و هست، این خطریست. ولی شما بینید عربستان چیکار کرده، ایرونی که میره اونجا دیگه اون ایرونی سابق نیست که میره بهش تجاوز میکردن فلان میکردن که بچه ها رو وقتی که صلح کرده الان با ایرانی برخوردشون با ایرونی فرق کرده. زرتشت زر یعنی ذهب، زر یعنی ذهب، تشت لو کسخل اون نقصل سیاب فیهی و هذا ظرف زرینه مذهبه ذهبیه کشمس. فی نفس الوقت سألتو اذا الناس غیروا رجعوا الى دینهم الاول، لان من خوف انا كنت يهودي بخوف قلت انا مسلم. وفي ايران في كتب كتبوا هيك، كتبوا الاف صفحه كتب يهوديين ايران خصوصا من مشهد لكي يقدر ان يعيش في البلد، قالوا نحن مسلم. انا عندي جوزيف بقول انا عندي عبد الله، هذا كتبوا كتب موجود. فلذلك من خوف زرتشتي قال انا مسلم، لان اذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم. فلذلك سألت سيد منتظري أنا وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين أهل الكتاب عندهم كتاب مقبول لدينا. لكن مش هذا النظر، هذا الفكرة كان عند منتظري وبعض الآخرين لكن مش أكثر الرجال. شهر نومو که ساخته، من 7-8 سال پیش به شما گفتم سوفیا رو اولین زن ربات رو خریده، پاسپورت سعودی بهش داده، اونو دارن کجا میرن؟ ما رو کجا گیر انداختن در دست این تازیان پلید اهریمنی اهریمن صفت. عربستان برای ما سفر خیلی ویژه و خاصی بود، چون راجع بهش تو ذهنمون یه عالمه کنجکاوی بود که میخواستیم به چشم خودمون پاسخش رو ببینیم. اینکه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگسازی گسترده و تلاش برای ما بایستی بیایم میلیاردها دلار پولمون به هدر بره، یعنی یا بدیم به پابرهنه‌های جهان و یا بدیم به فلسطینی‌های مفخور که هم میدونید که غزه رو که زد اسرائیل، وسط شهرشون میدون شهرشون تندیسه، صدام حسین بود و هست، پولای شما رو میگیرن. ولی همون کسی که ایران رو نابود کرد 8 سال جنگ بوتشون بود بدبختا، صدام حسین عکس تو خامنه‌ای چلغوز گذاشتن، خمینی گجستک رو گذاشتن یک یاد. ولی شما برید در اورشلیم، برید در شهرهای تل‌آویو و بزرگ و پر جمعیت اسرائیل، شما خیابان داری به نام کوروش، خیابان داری به نام تهران، خیابان دارید اونجا. اونی که صبح تا شب اینا فوش میده دعوای علی خامنه‌ای با اسرائیل، دعوای پسر عموهاشه، یعنی با بنی هاشم که قدرت و درگیری و فلان کردن، که نمیخواد بگه بنی هاشم با بنی امیه درگیر بودن، ولی دشمنی دوتاشون داشتن از دیرباز با یهود، برای همینه که همش آدرس هم عوضی دادن و میدن. صدام حسین تندیسش در غزه و در اسرائیل خیابان های
فلسطینی نه، و در اسرائیل خیابان‌ها به نام شخصیت‌های ایرانی و افراد بسیار بالا در مقام‌های بالا از تبار ایرانی. آدرس عوضی دادن به ما 40 سال اینا. حالا جدا از پولایی که دادن به این فلسطینی ها که تونل پونل ساختن که بخوان دوتا ترقه در بکنن، جدا از این که پولای ما در دادن در آفریقا و اینا که آدم های گشنگیده بنده خدا بگن ما شیعه هستیم که بلد نیستن اسم ائمه اینا رو تلفظ بکنن، آقا اینا برای این که آمریکا و کشورهای دیگه در برابر اینها سکوت بکنه، زیرکی پشتیبانی بکنه، اینا میلیاردها دلار پولهای ما رو که از زمان شاه اینا بالا کشیدن اینا نرفتن بگیرن، ادعا بکنن بگیرن. فقط یه قلم امریکا 900 گوش کن 975 میلیارد دلار به ایران بدهکاره. در پی صحبت‌های هفته‌های گذشته من، خوب گوش کنید، هفته‌های گذشته چی گفتم بهتون، رقم‌های بالا رو بهتون دادم، گفتم همه کشورها از پاکستان و عراق گرفته بود نمیدونم چه کرا و چه و چه میلیارد ها به ایران بدهکارن. رقم آمریکاش 975 میلیارد دلار خود رژیم اعلام کرده. حالا این کشورهای دیگه عربی و مثل قطر و مثل چین و مثل روسیه و اینها میلیارد میلیارد، یعنی مجموعه این میلیارد هایی که به ایران بدهکارن، پولای ایران رو بالا کشیدن. اصلا شما 975 میلیارد دلار آمریکا شما در نظر بگیر، یارو توی اروپا 1.5 میلیارد پول داره، میگن اولین ثروتمند فرانسه است. اون یکی دیگه 2 میلیارد داره، میگن بزرگترین ثروتمند جهانه. آقا یه قلم 975 میلیارد ما. شما میدونید این بدهی ها رو اگر جمهوری پلید اسلامی یک دیپلماسی با دوستان مروت با دشمنان مدارا رو لاغر دنبال میکرد.